سلام سلام خوش اومدید به پادکست برونات امشب یه مهمون بسیار خفن و ویژه بردم و ستون اومدیم با دکتر سنای عزیز در مورد موضوعات بسیار باری صحبت بکنیم دکتر سنای چطوری شما خوبی؟ شاکرت هم سلام برای برونات سلام شاروخ عزیز خیلی خوشحالم که در خدمت تو هستم و خیلی خوشحالم که آدم های موفق ایرانی رو دارم با همینجوری یکی یکی صحبت میکنم و 100 درصد تو هم جزو اونایی و ممنون از اینکه منو دعوت کردی به کانال خودت عشق منی سلامت باشی منم خیلی خوشحالم و واقعا معتقدم که شما خیلی کار بزرگ و ارزشمندی داری میکنی واسه بچه بچهای ایران خب چون این موضوعاتی که در مورد صحبت میکنی حالا میگم یه بک‌گراندی شما خود بعد این صحبت من خودم اولین بار مثلا چون من انگلیسی بلد بودم خب تو پادکست های انگلیسی و این صحبت ها شنیدم ولی مطمئنم خیلی ها تو ایران انگلیسی بلد نیستن که برن اینستا سرچ بکنن و اصلا سرچ هم شاید نکنن اصلا خب شاید از میخو... از دوست و رفیقشون بپرسن و اینکه این نفر هستش که بیاد کامل و علمی و بدون مثلا میدونی یه باعث خاصی که بخواد یه بیار, بیار نه تو این کار بکنم من سودش برسه یه نفر ممکنه دی... حالا بخوا... نمیدونم چون هنوز صحبت نکردیم واسش خب سخته توضیح بدم ولی خلاصه خوشحالم که این نفر مثل شما هستش که این کار انجام میده حالا یه شما بگیران بده اگه کسی نمیشناسه عشق منی من داداش به خودت هم گفتم به بچه هم خیلی خلاصه بگم که زیاد گوشای نازشون اذیت نشه داره. من یه دو سال و... من خیلی موادای زیادی با هم دیگه می زدم. بعد طرح. مثلا تو ایران هم داداش خب معمولا اعتیادا مولتی دراگه یعنی چی یعنی خیلی کم پیش میاد یا آدم فقط گل بکشه یا آدم فقط نشه کنه معمولا طرح. در حال حاضر اینجوری شده آدمای یه چند تا رو با هم دیگه دارن منم هم همینجوری بودم قرص خواب زیاد میخوردم شاروخ گل زیاد بکشه و از این... از این کارا <applause> اینو میدونی <applause> آره تو سریال یاد گرفته بودم <applause> تو سریال زیاد دیدی <applause> بعد از اون کارا هم زیاد بکنم از این جور داستانا یه هوی یه جایی از زندگیم رسید که دیدم دیگه من اصلا الان من پزشکی عمومی خوندم هفت سال دانشجوی پزشکی بودم و اگر قبل از قبول شدن تو دانشگاه این داستانها رو شروع می‌کردم 100 درصد پزشکی قبول نمی شدم خدا رو شد بعد قبول شدن این اتفاق افتاد تو دوران دانشجویی این اتفاق افتاد و بعد من ته هفت سال شده بود از پایان نامم دفاع کردم به خودم اومدم دیدم نه درس بلدم نه هنری دارم هیچی بلد نیستم فقط نشستم و من کشیدم و زدم دیگه یه گذاشتمش کنار وقتی گذاشتمش کنار خیلی بیکار شدم اومدم تو یوتیوب از سر بیکاری شروع کردم در خصوص همین اعتیاد و اینجور چیزا صحبت کردن و خب خدا رو گرفت یعنی بچه ها خیلی منو دوست دارن حس میکنم چون هم خودم تجربه شو دارم هم خودم مثل خودشونم و برای همین گرفت و دیگه در این خصوص خیلی تا الان صحبت کردم تولید محتوا کردم خیلی عالی منم هم, یوتیوب دیدم هم اینستاگرام و یه سه جالبه بگم قبل از اینکه من با شما شما بشم چون من بعد از چیز دیدم پادکست با سوال دیدم کانال تو ولی خیلی خیلی قبل از اون مامانم ویدیو شما داشت ساجست شده بوده و دیده بود و میشناخته و گفتم مثلا خب. و در مورد صحبت کردم گفتم مثلا ویدیو میخوایم بگیریم و این حرفا گفت ای دکتر من میشناسمش من دیدم مثلا ویدیو در مورد میذاره بعد ایرانی فکر میکرد مثلا سوئدی جایی هستی خب بعد گفتش که چطوری در مورد این چیزا تو ایران صحبت میکنه گفتم هم نمیدونم ولی خب دمش مامان شاه رو خیلی ممنونم دست تو امیدوارم خدا حفظت کنه سلامت باشی مچکه آقا یه سوال قبل اینکه بریم تو چیز خودم بریم یعنی در واقع این چیزی که میخوایم صحبت بکنیم موضوع موزیک و این حرفا بپرسم شما راحت اوکی مثلا تو ایران تبعاتی نداشته واسه در مورد مثلا موضوع دراگون اسمش خدا رو تا الان اتفاقی نیفتاده من خیلی ب... از ساقیا هیت گرفتم تا الان داداشتا بیشتر از اینکه... <تصف> <اونم دلوقات تصفح> این که اونم در واقع حساب میشه که از اونم در واقع حساب میشه از این که بخوام از کی آره ولی خب نه مثلا اگه بخوای بگی که کسی بهم گیر داده و از این جور چیزا نه خدا رو خب کمک کننده بوده تا الان ام. یعنی مثلا خیلی کم بودن که مثلا بیان بگن تو داری ترویج میدی 90 درصد کسا گفتن آقا ممنونم ما به کمک تو مثلا تونستیم بذاریم کنار یا از اون طرف اگه نظر کنار تونسته به کمک من یه چیزی رو نزنه ام. چون الان اکثر چیزایی که آدم تست میکنه به خاطر چیه به خاطر اینه که برم ببینم بدوم. حال, بدوم. حال میده یا نه آره درست آره یعنی طرف برای این سوال میره یه چیزی رو میزنه که آیا اینو من بزنم بهم حال میده یا نه مثلا آقا این لیل این شربت بنفش دستشه بعد مثلا اسمش لینه فلان اینا من برم بزنم ببینم حال میده یا نه درسته اگه یه نفر بیاد به, به طرف بگه آقا حال میده و چون حال میده نرو بزن ام چون یه دفعه به خودت میای میبینی چقدر حال میده بعد یه دفعه میبینی داری هر روز میزنی درسته درسته نرو بزن و خیلی ها متاسفانه سر اینکه نمیدونن میرن سمتش حرف شما منطقیه یه کانتر آرگومنت هم بزنم اینجا خب که من خودم نه جوابش چیه واقعیت ولی مثلا من خودم وقتی بخوام بگم آقا من شاید خیلی دراگا رو خب یا از تو پادکست ها یاد گرفتم یا مثلا از تو همین موزیک رپ خب و مثلا نمیدونستم من تای هم من گلو میدونستم و فقط هم... مثلا اون چیزهایی که در اون تو ایران هروئین و کراک و کوکائین و اینا که مثلا تو فیلم میدیدیم اینا رو بلد بودم یعنی بعدم دیگه اونا هم, هم انقدر وحشتناک بودیش وقت سمتشون نمیره اصلا هیچ فکر این که آقا، یه وقت یه جایی اصلا هیچ وقت فکرش هم نمیرسید ولی تو حالا پادکست و این حرفا آشنا شدم مثلا آقا ماشروم چیه چه چه مدلایی داره چه کارهای هر کدوم میکنه دی ام تی چیه ال چیه نمیدونم حالا لینو اینا رو اصلا یاد گرفتم خدا تو پادکست اینا رو نمی لین و نمیدونم چی بود کد این غلیزه و این حرفا کد میزنم تو چی چی میگفت آره اینا رو از موزیک یاد گرفتم و مثلا جالبه که هم دقت کرده باشی این هر چی اینو به نظر اینجوری بوده نه چون من احساسم اینه هر چی موزیک داره میاد جلوتر این انگار استفاده از دراگ و این حرفا تو موزیکا بیشتر میشه و خیلی هم داره الان که تو نسل چهار یا که خیلی زیاده یعنی خیلی زیاده یعنی خیلی خیلی زیاده ولی باز فکر بازم شاید تو دو سه سال اخیر بازم از نسبت به 10 15 سال پیش بیشتر شده اینجوری هستن که علی شما خوده خیلی زیاد و اسم میکنم بیشتر یه فرهنگه یعنی جا ها. افتاده این که تو اگه میخوای یه رپر خوبی باشی باید این آره. جوری باشی باید چون بچه کول مثلا کول حساب میشی اگه مثلا تو دراگار بلد باشی بزنی نمیدونم کسی مثلا یه چیزی بگه تو ندونی خب انگار تو کولی تو مثلا چ... چی بهش میگو سوبری خب الان سو... آجی والا سوبری اصلا یه... یه چیز خوبیه یعنی اینکه سوبر باشی خوبه یه جوری قضیه رو پیچون حالا بعد از اینکه مثلا سپه خسته ازش استفاده کنه مثلا یاس و سیناسایی خب دیگه آقا آصبه... سوبر, شد یه فوش یه حالت مثلا توهین ریز میدونی میگم با تو سوبری سو... حرف نزن همچین استایلی مثلا من خیلی بده خب من فاید. من که خودم به شخص من با... خالفشم. من با این حرف من حرفتون میخوام به چالش بکشم شاروخ آدم لعنتی میدونی ریسکه یعنی یه قمار خیلی بزرگیه تو مثلا به نظر من صبری خوبه از اون طرف آدم بد نیست بعضی چیز بعضی موقع در زمان به موقع و در مکان به موقع یه سری چیزها رو امتحان کنه قبول دارم اینو من قبول و... رد نمی آره ولی این قمار بزرگیه حرف من اینه چرا چون تو یه هویی امتحان میکنی مثلا آقا منی که دیلی ابیوزر گل بودم یعنی چجوری یعنی روزی مثلا دیگه همیشه کلم پر بود بچه ها. یعنی روزی سه رول چهار رول بود تو زندگی من من بیشتر چیلی من میکشیدم هم. چیلی میدونی چیه شارو؟ چیل میکنی باش؟ نه ده ده یعنی چیل؟ بگردم. <applause> یه دستگاه خاصی داره خب بالا دستگاه خیلی مکانیکی ساده است تو خونه درست می‌کنی بچه‌ها حتما میدونن <applause> یه جوریه که مثلا یه شیشه خانواده رو یه کاری می‌کنی که این مکش توش ایجاد میشه یه خلایی توش ایجاد آه. میشه دود میره داخل اون یه داستان خاصی داره خلاصه بانگ... گیرایش بالاتر میره آفرین آفرین <applause> مثل بانگه ولی ایرانیزه شده <تصفيق> <تصفيق> خب بعد بعد بچه‌ها مثلا من یه جوری بود دیگه رول نمی‌کشیدم مثلا چلیم وسط خونه بود هر موقع کلم خالی می‌شد میرفتم یه دود می‌گرفتم دوباره میومدم مثلا بشین فیلم نگاه کن بشین پس بازی کن بشین فلان کن بعد این از کجا این زندگی که من اون زمان داشتم از کی شروع شد از موقعی که رول اول رو زدم <applause> متوجه یعنی تو رول اولو میزنی میبینی چقدر حال داد دو هفته دیگه میگه حالا دوباره یه آخر هفته است بریم بزنیم بعد میشه یه هفته بعد میشه پنج روز بعد میشه چهار روز بعد بعد میبینی داری هر روز میزنی بحث سر اینه که سوبر بودنه اصلا حالم نده این کل پر کردن قیمتش خیلی سنگینه باش یعنی مثلا آقا تو یه دفعه میدونی میای یه چیزی رو امتحان کنی به خودت میای میبینی شده اعتیاد هر روزت و فقط افسردگی و اعصاب خوردی و حال بد و چجوری بذارمش کنار رو به همه جا چنگ بزنی که بذاری کنار رو از این جور داستان و اینه <applause> به نظر من اگه آدم بلد باشه چیز درست و جای درستی بزنه اوکی حالا من خودم آره منم هم استفادم همین جوری بوده ولی داستان اینه که آدما همشون اینطوری نیستن به چند تا, چند تا فاکتور متفاوت داره حالا من چیزی که خودم میدونم میگم ولی مطمئنا شما بیشتر حرفه ای هستید دوستان یعنی اطلاعات بیشتری داریم من سر اینکه بیایم صحبت بکنیم رفتم تحقیق کردم خب که ببینم آقا علمی مثلا روش تحقیق شده ببینم کی چی میگن چون به صورت منطقی خب یه چیزی که هممون فکر کنم هم دیگه بدونیم. آقا تو وقتی یه چیزی زیاد میشنوی خب و مثلا آدمای کول cool استفادهش میکنن تو واسه اینکه مثل اون آدم کولا بشی خب میخوای تو اونم استفاده بکنی این اثر حاله یا دیگه فکر کنم شما آره این حالت اثر حاله ای هم داره دیگه خب اگه من مثلا فلان رپر مثلا سپر خاصی که من دوست دارم خیلی خفنه داره میگه گل با حال من گل میزنم اینجوریه حتما گل چیز باحالیه دیگه خب و یعنی اینا که نمیگفتن مثلا سراب امجایی که نمیگفتش که دوکی که نمیگفتش که خب فلان برم میدم مثلا چه جوریه خب بعدم که شروع میکنی همون طبق حرف شما یه بار زدن همانو این اینکه حالا باز همه هم یه... من خودم آقا یه بارم بیشتر از یه بارم مثلا. ولی هیچ حس اینو نداشتم که آقا میخوام باز هیدم به دقیقه بزنم خب حتی من فکر کنم یادم دفعه اول که دفعه اول خوده زدم بود یا دفعه دوم که زدم گفتم که به درد من نمیخوره من میخوام کارو زندگی بکنم این منو علاف هم میکنه خب درست اون حال میده ولی فرداش من افتادم فرداش حالم خوب نیست چون شما وقتی گل میزنی دوپامین و چون خیلی میره بالا فرداش الان دقیقا تا چند ساعت من دقیقش نمید. ولی میدونم واسه من یه روز طول کشید خب که سطح دوپامین من دوباره برگرده حالت بیس خب چون ا... نارا... اینجوری ها... حال نداشتم نمیخواستم کاری بکنم خب نه یه لفظی داره این, بعد از راگ وقتی دوباره میخواد راگ بکشید دوباره حالت افتری, افتری بهش آره <تصفح> آره مارو خلاصی من از افتری خوشم نیومد دقیقا مثل مشروب من همینجوری جوری همه همین مشروب و خب درست عمقش حال میده وقتی میخوری و تو پارتی و مثلا داری میگی میخندی و بچه ولی من انقدر از ب... فرداش بدم میاد که به کار نمیرسم سرم حالا بعضی وقت سرم زیاد درد ولی بعضی وقت درد میگیره یا هر چیزی دیگه مشروعا واقعا شاید سالی دو سه بار مثلا بخورم یه پارتی باشه یه چیزی کم باشه خوریدا داش آب کم آره دفعه بعدی مشروب خوردی روش یه ده لیوان آب بخور اینا اینا شنیدم واقعا ولی جرات یعنی تا حالا نشده که انجامش بدم انجامش ندادم تا حالا آره. نه بابا شبش قبل خواب ده تا لیوان آب بخور بهت قول میدم شارو صبح بیدار شدی کوک کوکی اصلا اوکی. Okay. مامان میگی چقدر همه چی خوبه بعد مخصوصا okay. مشروبایی که اون سمت تو رو عرق سگی ایران این فن نو بزنی صبح بیدار شیال خوبه داداش چه برسه ایمان ایمان. چه برسه به مشروبای اون بر درسته حالا میخواستم میگم یعنی که من خیلی تو ویدیو مثلا گفتم که آقا این اسف مثلا وقتی هی تو موزیک های میگین خب مردم سمتش میرن بعد در... این حرف حالا در مورد چیز دیگه هم زدم آدم تو آهنگا خب واقعا درسته من یادم وقتی موزیک جیل اومد اوایلش که اومد من خیلی باش حال کردم لکه الان حال نمی کنم منظور که یهود جهید بود و گفتم او شت فلان زیر تونی وان کیدم خیلی داشت می بعد آقا ما گوش میکردیم یه چند روزی من یهود به خودم منم نمیدونم چرا حالا یا من اینجوریم یا باید همه اینجوری باشن نمیدونم ولی من سری مثلا به خود تغییرات خودم میفهمم که خیلی مثلا بیشتر عصبانی میشم مثلا دعوا میکنم با داداشم خب یا مثلا داد و بیداد میکنم و فلان و این حرفا یا زود عصبانی میشم فهمیدم که این مال این چون تنها که تو زندگی من کرده که الان این موزیک رو گوش دارم میکنم خب سریع کردم الانم هم مثلا موزیک میخوام گوش بکنم خیلی سلکتیو یعنی خیلی مثلا حواسم هست آقا اگه من الان گوش کردم بعدش بهم چیز می گوش بکنم خب مثلا چون بعضی وقت دلم میخواد من خیلی پوری بازم خیلی حال میکنم با پوری بعد چند تا پوری میرم مثلا یه چند تا چیز آروم گوش میکنم خب یه وقت ممکنه مدیتیشن ریزی بزنم که مثلا دوباره حالتم برگرده مثلا عادی بشم بعد حالا اون این موزیک رو, آره رو به شوره ببره آره موزیک رو به به حالا سر این داستانم من میگفتم آقا اون خوشونته تاثیر داره گله تاثیر داره اینا همه تأثیر. بعد بچه هم مثلا بعضی میگن نه به ما تاثیری نداره خب یا چه میدونم مثلا نه بابا مگه میشه مثلا ما خودمون عقل داریم فکر میکنیم خب چی بهش میگن نمیریم بکشیم که ولی واقعیت اینه که یه تاثیر ناخودآگاهی که داره اصلا دست تو نیستی فکر بکنی منطقی یا غیر منطقی خب چیزایی که شما میشنوی میبینی تحقیقات زیادی انجام شده مثلا نه شما اینو شنیدی یا نه خب مثلا یه سری آدم میشن پای مانیتور خب بعد بهشون یه سوال حل کنی سوال بی ربط اهمیت نره خب بعد تو لابل هر سال که میره سال بعدی به فاصله مثلا چند صد ثانیه خیلی خیلی ریس که چش نمیبینه میان یه تصویر مثلا آدم سیاه میذارن خب سیاه پوست میذارن واسه بعضی سفید پوست میذارن یه همچین استایلی بعد سوالا تموم میشه آخرش هم مثلا میگه خب تموم شده چه سال و ست تا هر چند تا تموم میشه میره سال ساده بعدش میان آقا اینا رو یه, س... یه سری ازشون نمیدونم امتحان اگریشن میگیرن یا مثلا ازشون میپرسن یه سوال میپرسن اینا اونایی که سیاه میدیدن خب آدم اصلا یه سیاه پوست میدیدن یه مقدار عصبانی ترند یا مثلا حالشون خوب نیستش حالا این چی بود چون که مثلا تو آمریکا خب یه سری حالا نسبت به سیاه ها نظر چیزی دارن نظر بدی دارن میگن یعنی آقا اینا همه خلافکارن کریمینالن دراگ بازن یا هر چیزی اون حس بده بهشون منتقل شده بود توی همون ریز چند ثانیه‌ای که این عکس بهشون نشون داده شده بود و تقیقات مثل این زیاد انجام شده خیلی زیاد هم از قدیم بوده الانم هنوز مدلای مختلفی انجام میشه من زیاد دم. حالا شما فکر خب، نه نگاه کن بعضیا ها... یه چیزی هم من اضافه کنم شاروخ بعضیا هستن واقعا شخصیت اعتیادی ندارن یعنی من نمیدونم شاید از لحاظ علمی براش تعریفی وجود داشته باشه تا حالا راجبش سرچ نکردم ولی بعضیا هستن تو اگه نگاه کنی حتما دور هم هستن که این افراد اصلا کلا شخصیت اعتیادی ندارن شخصیتا دارم. آدم وابسته ای نیستن یعنی چی یعنی آقا تو جلوش گلم بکشی راجب گلم دور و هزاران رفیق گل بازم داشته باشه هزاران رفیق الکلی هم داشته باشه خودش چی نمیزنه یا اگرم بزنه میبینی تا یه سال دوباره نمیزنه درسته درسته. ولی بعضی آدما مثلا مثل خود من من قبول دارم من خیلی شخصیت اعتیادی دارم یعنی کافی یه چیزی بیش از حد به من حال بده ام. و در دسترسم باشه دیگه میرم دنبالش دیگه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم درسته. حالا اینی که تو میگی شک نکن موزیک تاثیر داره اصلا کسی چه میدونست تو ایران لین یعنی چی <تصفح> واقعا <تصفح> <من تصفح> کسی چه میدونست تو ایران لین یعنی چی بعد اصلا شاید هیچ ایرانی نمیدونست لین یعنی چی تا اینکه لیلوی این اومد آقا یه پرپل که دستش بود میومد موزیک ویدئو میداد و فلان و اینا بعد اصلا این یک فرهنگ شد یعنی <تصفح> فرهنگ لین خوردن تو رپرا من خیلی از رپرها رو دیدم که مثلا به قول تو برای اون کول cool بودن و برای اینکه مثلا بگن هم مثل بقیه رپراییم یه شربت بنفشی دستش داره ام. یا من حتی آقا طرف استوری میذاره یعنی یه جوون ده هشتادی برای پوز دادن استوری میذاره عکس یه شربت بنفش درسته. متوجه درسته. چی میگم و تو اگه نگاه کنی شربت بنفشه اولین بار تو موزیک ویدیو لیلوین اومد بالا ام. من نایده. یعنی من... الان من... یه اصلا لیلوه این دیگه کلا تو همه موزیک ویدیوهاش این لین تو دستشه خب و تو اگه دقت کنی اصلا این لیلوین این باعث شد که کل دنیا لین باز بشه چه برسه به یکی دو نفر باید. و تاثیرش 100 درصد من خودم راستشو بخوای هر موقع یکی میخواد اعتیادو بذاره کنار مثلا به من میگه دکتر میخوام گلو بذارم کنار من بهش میگم آقا تو گلو نمیذاری کنار تو زندگی که تو رو به سمت گل برده میذاری کنار این یعنی چی آره یعنی چی؟ یعنی آقا تو اگه داری هر روز موزیک رپ گوش میدی مثل خلص خصوصا خب تو لازمه حداقل تا دو سه ماه خلصه گوش ندیم من خودم دیوونه خلصه هم آقا خب؟ یعنی من خودم عشق دیویلم ولی اینو قبول کردم یه سری چیزها رو آقا تو باید تسلیم باشی جلوش نمیتونی باش بجنگی ام. وقتی طرف داره با اون صدای چت پاره باحالش داره در مورد مثلا چت بازی و گل و از این جور چیزا میگه خب تو مسلما تحریک میشی ناخداگاه این اتفاق میفته و کنترل وسوسه خیلی سخت تر از وسوسه نشدنه متوجه یعنی تو اگه بیای اون موزیک رو گوش ندی م. و کلا وسوسه نشی برات خیلی راحت تر از اینه که بیای اون موزیک رو گوش بدی و حالا جلوی وسوسه تو بگیری یا آقا مثلا گوله برفا میرخسن حال منو نپرسین مم. خب داداش تو مثلا وقتی یک طرف میاد کوکو میذاره کنار از من میشنوه این موزیک رو گوش نده تا چند وقت چون هنوز گوش بده اون خاطرات گوله برفا و کوک براش زنده میشه درست یا مثلا خیلی خیلی ما الان حالا ترک دراگ <applause> فکر کنم خیلی بحث چی بهش میگن یه بحث سخت باشه متوجه چون شما یه لایفی و یه زندگی رو ساختی خب که مثلا جنبه های مخالفش تو رو یاد اون دراگ میندازه خب من اینا رو روش که رو خوندم میدونم و خب و نه خودم حسش هم. ولی زیاد در چون اعتیاد فقط به دراگ نیستش یه چیزهای مختلفه مثلا تو کتاب اتمی کبیس در مورد این هف... یه کانسپت هست هابیت استکینگ صحبت میکنه که شما میگه مثلا میخوای یه اه... یه عادتی از خود بسازی وصلش بکن به های دیگه ای که داری خب مثلا چه میدونم میخوای شنا بکنی خب مثلا شنا مثلا بزنی خب میخوای آقا من روزی 10 تا شنا بری مثلا بگو آقا مثلا به جای اینکه بگی آقا من روزی 10 تا شنا میزنم یاد باشه که بعد از صبح که بعد از اینکه مسواک تو زدی خب یا بعدش 10 تا شنا رو همونجا بره واسش کنم به اون مسواک چون مسواک آلودی عادتته یا قهوه خوردن عادتته اول صبح ساعت 10 صبح یا چه میدونم یه چیزی عادتته به هر حال خب واسش کنم به اون عادتت اینجوری حالا تو مثلا میگفتن آقا واسه سربازای آمریکایی که رفتن ویتنام همه هروئینی شده بودن خیلی زیادشون بعد وقتی برگشتن مثلا ترک میکردن و مثلا یه مدت میرفتن ترک بکنن ولی باز میرفتن سراغ این داستان و دلیلش هم مثل اینکه شیشه ای نه شیشه شده بودن حالا شاید ش... شیشه بود شاید هم آره. نمیادش ولی داستان بود که اینا لایف استایلشون خب یا مثلا آدمایی که چه میدونم یا آدمایی که مثلا توی چیز بودن توی هودشون خب توی نیبر هودشون اونجا مثلا موادی شده بودن حالا هر جایی که میزدن بعد اینا میبردنشون تو می توی کمپ چیه خب اونجا واسه ترک احتیاط یه مدت اونجا نگه اونجا ترک میکنن برمیگشتن تا برمیگشتن تو اون محل زندگی قبلیشون خب باز دوباره برمیگشتن سراغ دراگ چون همه چی اونو یاد دراگ میندازه یعنی اون گوشه خونه رو میشینه میبینه،, میبینه اون گوشه هم اونجاست که همیشه میرفتم میکشتم خب هر وقت اونجا بشته میگه اینجا پاش میاره اینجوری بالا میکنه خب میگه الان میچسه یه دونه مثلا حالا هر چی که هست بزنم و اینجور چیزا حالا اون موزیک هم خب شما وقتی میشنوی اون موزیک دیگه تو رو یاد مثلا چیز میندازه دراگ میاندازه و ممکنه موزیک تو یه جای دیگه گوش بکنی بعد هر وقت اون جای دیگه هم بشنوی دوباره اونجا دیگه بشی دوباره یاد موزیک بیفتی دوباره یاد دراگ بیفتی و خلاصه بعد واسه همینی که لایف نشه بازگونی. یا آهنگ از بهرام هست آهنگ لمسش خوب. خیلی قشنگه خیلی اه... خفنه آره 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 من دیوونه اون موزیکم <تصفح> دیوونه و هر بار من اون موزیک گوش دادم بایش سیگار میکشیدم <applause> من سیگار رو الان میکشم و ولی یه بازه زمانی مثلا چهار ماه پنج ماه بود من سیگار رو گذاشته بودم کنار تو 4 چهار پنج ماه به جرعت میتونم بگم تو دو ماه اول به هیچ وقت سمت این موزیک نمیرفتم <applause> چون میدونستم این موزیک پلی بشه من تا موقعی که بخوام خودم رو قانع کنم که سیگار نباید بکشی جز اینکه از موزیک هیچی نفهمیدم اصابم خورد شده درسته. آقا با... و از اون طرفم خیلی جالبه به قول تو یه کالچر این مثلا لیتو خودش میاد میگه آقا من مثلا یه بچه خونگی هم که هیچی نمیزنم آره. ولی مثلا تو موزیکاش تو گوش کنی حتی لیتو هم در مورد دراگ میگه یعنی میخوام بگم این بیشتر اگه میبینی یه خاننده داره در مورد دراگ میگه شاید اصلا قصدش ترویج اون دراگ نباشه درسته. قصدش اینه که آقا یه کالچره که باید اگه میخوای موزیکت بگیره در موردش صحبت آره. ولی این یه جای جا افتاد توجهی <applause> من فکر کنم ببخش من فکر کنم یه جایی جا افتاد, جا افتاد. خب چون قبلا این کمتر بود حالا نمیدونم راه حلش هم واقعیت چیه یعنی هر چی فکر میکنم م... تو نگاه میکنی مثلا اونایی که زیاد نمیگن تو موزیکاشون نمیگیره یعنی انگار الان مود شده که این صحبتو بکنی حالا ما چجوری این مودو برداریم من نمیدونم واقعا هر نمیشه این مودو مثلا رپره من واقعا حالا کاری ندارم مثلا اسم اس نمیارم چون نگن اقا طرف از فلانی خوشش نمیاد ولی مثلا رو گوش میکنی همه موزیکش من خودم انقدر راک از هنوزم من نمیدونم اسم یعنی من یعنی چی اونا چی که اینا دارن میگن این همه سه چهار سال داریم با این داستان سر میزنیم میگم هی هر هفته چیز جدید من میشنوم بعد بالیش با هم اینجوری که یه نفر اسم ادراگ جدید میگه خب تا چهار پنج تا ترک بعدی هم تو اسم اون ترکو میشه میفهمه همین اوه اینو گفتش ما هم میگیم تو آهنگمون بگیم چون واقعا دقت بکن مثل ما همه آموزگار رو هی دنبال بکن میبینی که پت این اولی که گفتش بعدی هم 5 تا بعدش میان بسش میگن و این حالا نمیدونم چیکارش نظر خود چی شما فکر بعد چیکار کنید به نظر من یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد اینه که رپر بیاد خودش شفاف سازی کنه یعنی آقا یه رپر داره در مورد دراگ میگه مثلا دوکی اگه داره در مورد دراگ میگه بیاد روک به طرفدارش بگه بگه آقا این یه کالچر هیپ هاپیه تو در مورد دراگ مجبوری صحبت کنی یعنی اصلا چاره نیست خب خودمونیم نمیتونیم از اون طرف بگیم آقا رپر اولا که بگیم که رپر گوش نمیده دوما خب اصلا این یک آره یه فرهنگی که هست دیگه توی موزیک ولی باید بیاد این رپر آقا شفاف سازی کنه بگه بچه ها نزنید زن من اگه دارم در مورد این مثلا میگم که دیشب رفتیم و دماغمون رو میز فقط میرفت و میومد اینا همه یک چیزیه که ما مجبوریم برای اینکه بگیره موزیکمون بگیم خیلی. یا اصلا بگیره نه ما میگیم ولی اصلا تو زندگی شخصی من اصلا تا حالا یه دونه لاین نزدم چرا چون میدونم اگه یه دونه لاین بزنم تهش به یه جایی میرسه که فلان 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 که من هزاران نفر مثل اینا رو دارم هزاران نفر تو نمیدونی اعتیاد چقدر بعضی موقع میتونه عواقب سنگینی داشته باشه به نظر من هر رپری خوبه بیاد برای فناش اینو شفاف سازی کنه که آقا من اگه دارم در مورد راگ میگم کلا یه دونه سیگار میزنم چرا بقیه رو نمیزنم چون بقیه تهش فقط سیاهی و نابودیه برای همین اگه موزیکای منو گوش میدین کسخل نشین اگه من یه چیزی گفتم برین تست کنی من به نظر من یکی بهترین کار اینه موافقم دو... یه چیزی هم هستم حالا بگم بعدش میگم یادم چند روز چند ماه پیش کوروش اومد کوروش خودش خیلی دراگونا میگه تو آهنگاش اومد گفتش که شنیدم بعضی فکر فکر میکنم خ... مخاطبش یه رپر بود ولی داشت عمومی میگفتش گفت مثلا شنیدم که بعضی از بچه‌ها دارن میرن مثلا توی کار کوک و این حرفا کش میزنن لطفا نکنید من مثلا اه... مثلا گفت آقا من دیدم ته تا... خوبی نداره نکنید اگه همین تازه دارین میرین توش نرید توش و این صحبتو گفتم ماشی ای خوبه که اینو گفت ولی واقعا فکر من شما خ... شما به نظرم بازم داری پروگرسیو و خیلی روشنگر چی میگن روشن فکرانه بهش نگاه می‌کنی من یه مقدار نه فارسی میشه ولی مثلا حالت شاید طرز فکر سنتی تری داشته باشم نسبت بهش من واقعا میگم که خیلی زیاد در استفاده میشه و موزیکای قدیمی انقدر استفاده میشد و هم خفن بود الان بی احترامی نباشه فکر کنم واقعا دیگه حرفی ندارم برای گفتن و فقط با این چیزا دارن موزیکاشونو رو پر میکنن خب تو الان پیشرو رو گوش میکنی مگه موزیکاش نمیترکوند مگه حسین موزیکاش نمیترکوند مگه چه میدونم این همه رپر زدبازی هم حالا زدبازی بازی خودش دراگونا زیاد استفاده میکرد و اینا هم استفاده میکردن حسین هم میکرد پیشرو هم میگفت ولی خیلی کمتر بود یعنی الان یه موزیک دوکی گوش میکنی یا یه موزیک کوروش یا, یا چه میدونم اسمش چیه اسم این جدیدام چه میدونم حالا خلصه رو میخوام بگیم یا جدید تر رو دست چاریان نگاه میکنی بابا واقعا نصف بیشترش یا دراگ یا مدل مختلف الکل زدنه خب اصلا اسم من اسم برند الکل الکول اونقدر بلد نیستم که اینا میگن مزوری چی بهت میگم <تصفح> بعد یه یه موقعی میرفتم سرچ میکردم تو ویدیو میگفتم من الان دیگه واقعا بی کنم واسه چی بیا سرچ میکنم میگم اسم برند الکل به مردم میگم یا فلان دراگو چه جوری استفاده میکنم واسه چی بگم به مردم میرفتم بعضی وقت سرچ میکردم اون <تص> که این مثلا این چیه بعد بعضی چیزا هم ترند میشه مثلا مثلا این برونات زندگی بدون ریسک نمیده به انفازی مثل آه. پارتی بدون اکستازی بعد خب بد <تصفح> مثلا میبینی این تیکه هم یه با <تصفح> <تصفح> قشنگه من خودم قبول دارم مثلاً خیلی ای... قشنگه تصویر خوشگلی داره آره بعد فرض کن دادش خب طرف اصلا این بعد یه زمانی هم بود اگه یادت باشه خیلی تو اکسپلور این موزیک میومد بعد این قشنگ ناخداگاه تو رو بمبارون میکنه که پارتی اکسازی آره. اصلا زندگی آره فاز نمیده پارتی آره. بود بعد آره. طرف هیچی نمیدونه یه جایی مثلا آدم 13 ساله الان ایتیاد تو ایران اومده رو 13-14 سال خب مثلا یه پسر یا دختر 14 ساله که میره توی مهمونی یا توی پارتی بعد مثلا این موزیک هم دارن دور هم دیگه میخونن و فلان و از اینجور چیزا بهت قول شرف میدم اگه اونجا یکی براش اکسو بیاره بدون اینکه فکر کنه میزنه صد چون ناخداگاهش اینجوری برنامه ریزی شده آره میگه اینا دارن میزنن هیچیشون نشده مثلا من چرا چیز این بشه بابا داره کوروش داره اینو میگه مثلا سوراب امجی داره اینو میگه داستانی نیستش نیستش که اصلا به بیاد... اینا فکر نمیکنه چون ناخداگاه اشتادش اینجوری دیگه انقدر بمبارون شده که اصلا شاید بیشتر با خودش فکر کنه نه نزنم بده نزنم معتادشم آره. یعنی بیشتر اینجوری نیست که ناخداگاهش بگه نزن اون خداگاه بخواد بزنه مثلا آره. خداگاه بگه که نه بابا ام جی دار یعنی بخواد خودشو قانه کنه بزنه آره. بیشتر داره به یه سمتی میره این موزیک انقدر ناخداگاه بمباران میکنه که تو بیشتر طرف باید قانع کنه که نزن نزنه آره 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 نه قبول دارم قبول دارم یعنی سختتر اینه که نزنیم اونو که صد درصد دارم منظورم اینه که آره <applause> واسه تو ذهنش الان مشکلی نیست اینه که بابا یه چیزی همه میزنن دیگه خب همه آدم با حالا میزنن هیچ هم همه هم سوال و سوال من موفق هستن چه فرقی میکنه مثلا من چرا نتونم ولی واقعیت اینه که نه زندگی اونا انقدر پر از دراگ خب نه واقعا آدم من آدم مثلا فول درایک باز شدید موفق اصلا ندیدم تا تو حالا توجهی من ندیدم شما دیدی میشناسی من ندیدم نه اگه بخوای جزء مثلا آدمای واقعا موفقه و اینا یکی میاد الان کامنت میذاره اسنوب داگ ولی خب به نظر من اسنوب داگ جزء شاید 20 هل... شاید جزء 10000 تا پولدار برتر دنیا هم نباشه نه من دارم میگم آدمای رپرن و اونم یه زمانی خب از اوایل داستان بود جزء مثلا رپرای پایونیر بود پایونیر نبود بخشید ولی جزء رپرای قدیمی بودش که یه کار کول و جالبی کردش و موند و الان لژند شده متوجهی به نظر من الان خیلی رپرای دیگه هستن که خیلی شاید مثل استودیو که دارن میزنن خب ولی به هیچ جا نرسیدن از آمریکاییش هست من مکزیکیش هست چم سوئدیش هست فعلا آلمانیش هست همه مدلش هستش خب یه کلی مثلا دراگ بازن و به جا نرسیدن این هم مثلا شما از 100 تا یا 200 تا آرتیستی که زدن هیچ گویی نشدن خب یه دونه رو گرفتی تو مثلا تو هم همون اسنوب داگه بشی خیلی جالبه که درصد رشد تو دقیقاً چقدر قشنگ احتمالات رو حساب کردی خب ولی آره. انیویز این از این داستان و یه چیزی من فکر کنم به نظر تبلیغ و مثلا آموزش چقدر تاثیر داره نسبت بهش شما فکر کنم مثلا تبلیغ و آموزش نسبت به سیگار نتونست کاری بکنه سیگار دیگه عکس شوش پاره پوره رو گذاشتن روش یارو هنون میکشه خب و میره سمتش یعنی چه جوری مثلا میشه آدما رو یه کاری کرد که مثلا نرن سمت دراگ دیگه به نظر من تنها من داداش تجربه خود منو بخوای من اینو بهم ثابت شده که تا موقعی که به یه نفر بگی دراگ بده طرف میزنه تنها در یه صورت تو میتونی جلوی این کار رو بگیری که اینو فرهنگ سازی کنی که برو بکس، رفقا، دراک انقدی خوبه که شاید دیگه نتونی بدون اون زندگی کنی زندگی ازت میگیره چون فقط تو میخوای اونو انجام بدی آفرین دقیقا مثل چی؟ دقیقا مثل یه رابطه که تو با یه دختره برقرار میکنی و مثلا روز اول چجوری درد یه زنگه و نمیدونی که قراره این یه این دختره یه روزی بشه تموم زندگیت خوب. آره وای خدا یه چیزی بزاده چی؟ یاد چی افتادی شارو؟ نه یاد نه مثلا جالبه که مثلا ما اعتیاد به اون رو داریم با اعتیاده مثلا به دختر پسرم. شبیه من خب نمیدونم تو نگاه کن چیه تو نگاه کن وابستگیه دیگه وابستگی آره تو مثلا به یه دختره تو خیابون شماره میدی اصلا روحت هم خبر نداره که این یه دختره یه روزی قراره بشه تبوم زندگیت بعد با این دختره میری تو رابطه عاشقانه بعد حولش میشی بعد <applause> این دختره یه کاری با تو میکنه دختره هی تو رو تخریب میکنه ولی تو چون عاشق و دیوونشی میگی من بدون تو نمیتونم زندگی <applause> کنم دقیقا مثل یه اعتیاد تو اول میری سمتش که ببینی این خوبه خوب نیست بعد به حدی عاشقش میشی که داره به تو تخریب وارد میکنه داره زندگی تو ازت میگیره اعتبار تو آبرو تو دقیقا همون جوری که اون دختره داره آبروی تو رو میگیره ولی تو میگی من میخوامت من هر جور شده تو رو میخوام داستان همین جوریه من میگم آقا ارزش عرضش... من میگم آقا سمت یه دراگ نرو چرا چون انقدی به تو حال ممکنه بده که تو دیگه بدون اون نتونی زندگی کنی مثل خیلی از کسایی که الان تو پیج من هستن دیگه شاروخ که طرف براش مهم نیست داره طرف میگه من دارم ماهی یه دونه 206 ماشین 206 خرج کوکائین میشه خب یعنی مثلا ماهی فرض کن 400 تومن داره خرج میکنه یا آقا طرف سر حتی یه گل ساده طرف سر گل میگه آقا من انقدر زدم که سایکوز گرفتم ولی هنوز دوست دارم چه جوری بذارم کنار میدونی چی میگم واقعا به یه جایی راه داره اون آدم مثلا تو اون شهر بذارن کنار میتونه راه داره ولی خب سخت کار بزنیم. کردم با این جور آدم آره سخته سخت لعنتی اصلا دادش اعتیاد بدیش همینه تو یهویی یه به خودت میای میبینی همون یه دونه ترایی کردن ساده اول همون یه دونه تست ساده اول به خودت میای میبینی وسط یک جنگ تمام ایاری که همه چیزت داره میره یه چیزی یادم افتاد ما بهش یه اشاره ریس کردیم ازش گذشتیم من اینو یادم افتاد بگم <تصفح> اینکه گفتی بعضیا چیزن خب مثلا ات... حالت استعداد اعتیاد گرفتن دارن خب همینجوری این واقعا درسته چون که من فکر می کنم اولا به پرسونالیتی تایپ ها راه داره خب طبق این کانکشنه که خودم شخصی زنم رو توجه چیه که دقت کردم پرسونالیتی تایپ هستش ام بی تی آی مثلا مدل های مختلف داره آه 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 16 تا پرسونالیتی من خودم این دی جی ام مثلا من میدونم مال من معلومه که اتیاد زن نیستش خب چون یعنی هم تو زنیم در میونم هم, هم از مدل شخصیت اون کراکتر میدونم چه جوریه ولی اونایی که سنسیشن سیکرن خب مثلا من دوستام هستن خب که اون مدلیه یعنی دنبالش هستن که احساساتشون مثلا احساسات یا هیجاناتشون رو برانگیزه خب این میتونه موزیک باشه میتونه مثلا دراگ باشه میتونه چه میدونم یه کار آدرنالین ترشح کن باشه خب اونایی که خیلی این دوست دارن خیلی هم راحت تر به نظرن هم علاقه بیشه نشون میدن نسبت به درایگراف یعنی برای دراگ استفاده کردن هم که راحتتر بهش اعتیاد پیدا میکنن هم فکر حالا اعتیاد پیدا میکنن اعتیاد ممکنه, احتیاط ممکنه. مثلا من یه دوستم هست هم اعتیاد رو شجور بگم گیم خب مثلا وقتی گیم باز به گیم پیدا کرده خب بعد حالا منیجش میکنه ها ولی منظور میگم که اینا رو داره گیم رو داره دراگو داره حساب مثلا خیلی دوست داره دراگو بزنه هم اگه گیرش بیاره میزنه نیارم تو فکرش از همیشه بزنه خب بعد مثلا عشق خیلی موزیکی که موزیک گوش بکنه فلان و این حرفا کارهای مثلا هیجانی و خطرناکی هم دوست داره یعنی قشنگ معلومه که آقا این آه. آدم هر چی بهش بدی مدال اون میشه هر چی میخواد باشه بعد اینا به نظرم اکسرا یعنی بیشتر از بقیه باید مواظب باشن که اونو امتحان نکنن چون مثلا یه نفر که آقا پذیر به اون صورت نیست شاید امتحانم بکنه و زیاد اتفاقش نیفته ولی باید شخصیت خود دادم واقعا باید با خود دادم صادق باشه من فکر میکنم خب و بدون من اگه من این من نمیتونم خودم گول نزن چون ممکن آدم خود گول بزنه من خود گول بزنی به که من اجی... نه من نمیگه من از اونام که یه بار میکشم و دیگه نمیکشم خب ولی بعد واقعا خودتو بشناسی فکر می‌کنم حالا من نمیدونم چقدر میشه از روی اون MBTI تست مثلا دقیق اومد گفت ولی باز به هر حال خود تو زندگی باید نگاه کنی ببینی که تو مثال میزنم تو زندگی چیزایی بودن که خیلی بهشون اعتیاد پیدا بکنی حالا اعتیاده مثلا همون میتونه گیم باشه میتونه مثلا یهو مثلا بشی چه می‌دونم 6 ساعت فیلم ببینی یا مثلا سریال ببینی بعد خود فکر نکنی که آقا من کار زندگی دارم همه چی معلاف شدم مثلا اینجا دارم اینو نگاه میکنم چون من این حسی که من دارم من وقتی مثلا گیم میزنم اگه طولانی بشه یه ساعت دو ساعت بشه از اوجان شهید میگیرم که هاجی من اشتباه بعد معمولا نشه هیچ وقت هیچ گیمی بیشتر از دو ماه رو کامپیوترم باشه خب چون میبینم که مثلا داره میخواد مثلا وقتمو بگیره سری پاکش میکنم یا چه میدونم موزیکو بهت گفتم مثلا چیکار میکنم دیگه موزیکو میذارم کنار فلان و بعد خلاصه این اینو داشته باشی بعد من یه چیزی که تو تحقیق دیدم خب نوشته بود که یا نوشتم که نره گفت اه... این <تصفح> ببخشید گفتش که مثلا این اه... تاثیر موزیک رو دراک خب هستش از اون طرف بعضی یه سری لایف استایل هایی رو دارن یه باش بزرگ میشن اون محیط بزرگ شدنشون یه مدلیه خب که اونا رو اه... در واقع ناگذیر نه سابسپتبل چی میشه مثلا یه جای اونا رو تو معرض این قرار میده که آسیب پذیرتر باشن نسبت مثلا به استفاده از دراگ یعنی چی مثلا مثلا میذارم شاید یه خانواده ای توش مثلا چه میدونم دعوا اینا استرس زیاد حالا دعوا لازم نیست ممکن آقا یارو باباش بیزنسمن باشه خب همش دم به دقت کار چیز باشه این هیچ وقت باباش وقت نداره باشه بگذرونه به, به در مثلا شاغل باشن این استرس درونی بهش بده و فلان اون باعث بشه بره مثلا به سمت موزیک و دراگ خب یا دراگ اونو به سمت موزیک ببره یا موزیک به سمت دراگ اینا مثلا این جوریه که رابطه دو طرفه است یه طرف نیست که فقط موزیک رو دراگ بکنه یا فقط موزیک لایف استایلی رو بیاره ممکنه اون لایف استایله اون بعد زندگی خودش ببره مهم. سمت دراگ و سمت حالا اون موزیکایی که اینو گوش حالا تو میری سمت این خب هم یعنی دراگ میزنی می میخوای چی گوش میخوای چیزایی رو بشنوی که در مورد دراگ صحبت میکنن می اون موزیکا رو گوش میکنی خب یا مثلا با آدمایی میچرخی که مثلا در مورد این چیزا میخوان حرف بزنن بعد با اونا حرف میزنی دوباره این رینفورس میکنه در واقع بهش میگن پازیتیو فیدبک لوپ اگه درست ادا باشه خب آره. یعنی دوباره لوپی درست میکنه که تو میری سراغ این این دوباره میفرسه سراغ این این دوباره میفرسه سراغ اون دوباره میفرست سراغ این یه همچین حالتی موزیک دراگ دراگ موزیک خب یا موزیک دوست مثلا دراگ باز دراگ باز بز. میدونی منظورم چیه این حالتی آره و گفتش خلاصه اینم اینم هستش اینجوری نیست شما فقط بگیم موزیک و بعضیا هستن اصلا آسیب پذیرترن نسبت به این و اون آدمایی که آسیب پذیرترن حالا میخواد شخصیتی باشه میخواد محیط زندگی باشه آره خب حالا مثلا تو آمریکا طرف چه میدونم نژادش هم تحصیح. مثلا سیاه‌پوستا چون کلا تو کالچرشون این هستش اونا خیلی آسیب پذیرترن نسبت به درای خب حالا ایرانی هم ممکنه شهر مثلا بعضی شهرها حالا من نمیدونم ولی میشینیم مثلا یه سری شهرها معروفن که اونجا بیشتر دراگ ها هستش خب اونا باید بیشتر حواسشون باشه میدونی واقعیته آره دیگه مثلا تو کرمان معروف به نش واقعا هم شیرای کرمان چه شیر تریاکایی داداش آره میدونی چه جنساییه خلاصه این داستان هستش بعد خود آدم ها هم باشه به این داستان. به خودشون که آقا اونا چه مدلی و چقدر آسیب پذیران به این قضیه کاملا باید موافقم <تصفح> من کم آدم ندیدم که مثلا تو <تصفح> دوستان بهش گفتم فلان چیزو بزن گفته سن من نمیزنم گفتم برای چی گفته چون من خودمو میشناسم منو بزنم دیگه تا تهش باید برم یعنی طرف خیلی قشنگ یعنی آگاه نسبت به خودش و با خودش کنار اومده و خیلی خوب داره مدیریت میکنه این صحنه رو من انقدر خوشم میاد از این جور آدم‌ها که آگاه هست آره دمش میگم دقیقا خیلی مهمه بعد همین دیگه من حرفم شد عشق منی خیلی خیلی حال کردم واقعا خیلی حال کردم امیدوارم داداش یه روزی بشه که مردم موزیک رو گوش بدن نه اینکه بخوان ازش تاثیر بگیرن گوش بدن که باش لذت ببرن و به محض اینکه دید ولی نمیشه نمیشه واقعیت چون این نفس ما نیستش دست اینه که این میره اینجا آره نمیشه آره میره اینجا تو با خودمون واقعا تو تا گوشت واقعا با میگم خودمون باز روش کار کنیم مثلا حالا یا موزیکو کمتر گوش بعد همزمان مثلا تو پیامهای دیگه ای رو گوش بکنی چه میدونم که مثلا خلاف اون باشه که یه جایی اونم نمیدونم چقدر تاثیر میذاره واسه من که تاثیر داشته خب که منو میبره یه جای دیگه میبره توی فضای دیگه خب که زیاد رو اونم فکر نکنم خب یا همه زندگیم نشه اون و این جور چیزا دیگه من فکر میکنم خود بعد مردم فقط اهمیتش رو بفهمن که آقا این واقعا این داستان تاثیر موزیک رو زندگی من واقعا زیاده خوب. خیلی زیاده اینو قبول بکنن مثلا میگن آجی واقعا اینو من زیاد شنیدم از استادا و مثلا روانشناسا و اینا که تو همین که بفهمی یه چیزی کارش چیه خب آرزین خیلی بهت کمک میکنه یعنی مثلا تو همین که بفهمی موزیک رو تاثیر داره این نسورا رو رفتی که آقا الان من حداقل میدونم این یه مشکلی ه... پتانسیل پوتن... مشکل شدن واسه من داره حالا من میتونم با چیکار بکنم اینی. دقیقا بعد میدونی خیلی شرطی میشه داداش یعنی چی مثلا از اون طرفم داستانه یعنی مثلا دیدی طرف وقتی همیشه مسته هایده پلیه یا مثلا دقیقا. وقتی تو ف... آره یا مثلا وقتی تو فستیواله خوب داره هد میزنه رو قرسم هست مثلا آقا موزیک چه میدونم راک پلیه یا نمیدونم وقتی چته موزیک رپ مثلا دیریل پلیه درست. بعد اینا باعث میشه مغز تو بیاد بین این دوتا با همدیگه ارتباط ایجاد کنه خب شرطی سازیشه بیاد مغز تو بین هایده و مستی ارتباط ایجاد کنه دقیقا این دوتا رو مثل همدیگه در نظر میگیره حالا طرف میخواد مستی رو بذاره کنار هایده که پخشه مغزش منتظر رسیدن الکل. طرف میخواد چه گل و بذاره کنار دیریل که پخشه مغزش منتظر رسیدن تی بر بره فستیوال موزیک پخشه مغزش منتظر رسیدن قرصه <applause> و تا موقعی که بخواد این مغزه دوباره بازسازی بشه به نظر من خیلی خوبه کسی که میخواد بذاره کنار تا چند وقت واقعا یه سری موزیکایی گوش بده که تحریک نشه بزدن چون خیلی مهمه آقا به نظر من زدن مهم نیست مهم اینه تو بذاری کنار چون هر کارکنی داداش نسل الان میزنن درسته هر کارکنی نسل الان میزنن یعنی اگه موزیکم هم رپم هم گوش نده میره تو مدرسه میبینه دوتا از رفیقاش دارن میزنن میخندن میر موزیکم گوش نده میره تو فستیوال میبینه همه قرص خوردن دارن کله میزنن یعنی الان یه جوری شده که از همه ور بمباران روانی میشه آدم که بزن 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 بزن, بزن. و این بده دیگه ولی خب اعتماد به نفس و عزت نفس هم مهمه به نظر من خب که شما تحت تاثیر حرف چند نفر مثلا آقا نگن او اینا من اگه مثلا نزنم تو گروه اینا بغل نشستم نزنم میگن که هاجی یارو چه میدونن پاستوریزه از صبره بچه خونگیه یا هر چیزی این به نظرم دیگه اینو واقعا بحث بخوایم بریم تو این داستان که بعد خانواده چیکار بکنه و فلان و یه داستان میشه که دیگه نمیشه ولی واقعیت این خیلی مهمه من این اعتماد من فکر خودم فکر می‌کنم یکی از دلایل خیلی مهمش اعتماد به نفسی بود که مثلا بچگی من داده شد باعث شد مثلا حرف کسی خیلی مهم نباشه مثلا همین شاید وقت میرفتم یه جایی مثلا اینجوری نبود که آقا تو چرا نمیزنی یا چه میدونم اینطوری مثلا گفتم نمیزنم دیگه من خیلی راحت میگم آقا نمیخورم آره ولی خب میگم خیلی مهمه دیره می‌خواستم بذازو بکنم از اراده تو یه کمی به ما هم بده سلامت باشی نه بابا این حالا <تصفح> ساختنیه دیگه داداش ساختنیه بسازم میگم یعنی که هر میتونه چون میدونه کمی بده دیگه داداش مثلا آخه اینجوری میگی مثلا یه نفر شاید فکر کنه خب مثلا نمیتونه بش بعد همه همه بدونن که همه چی قابل تغییره شما میگی حتی اون آدمه که خیلی سخته ولی اونم میتونه تغییر بکنه فقط سخت‌تره پس بهتره هر چی زودتر تا خیلی نرفیم دیپ توش نشدیم تغییرش بدیم یا جلوشو بگیریم خودمونو بکشیم بیرون آره چون هر چی جلوتر سختتر میشه منم قبول دارم واقعا اون گیمر رو هر چی دی... هر چی من برم بیشتر جلوش بیشتر هیفم یاد دیلیتش بکنم خب میگم چی دست رفتم آره خداسته که اینجوری آقا خیلی خوشحال شدم مرسی که اومدی شما با هم صحبت کردیم تو این داستان و اینکه من که... هم صوتون گرم از دعوتت مرسی بازم و بچه امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشین حتما کانال دکتر سن رو چک کنید لینکش تو دیسکریپشن هستش و پیج اینستاگرامی من پیج اینستاگرامی میبینم استوری های خیلی آموزنده میذاره و پست هایی که میذاره به دردتون میخوره هم شما تبعات رو میبینی هم توضیح میبینی که مثلا اگه این در... مثلا این دراگ چیکار میکنه این چطوریه فلان حرف لازم نیست بزنی که امتحان بکنی تا ب... تازه بفهمی چیه اینم از این داستان و لینک واسه بچههایی که خیلی پیگیرن لینک من چند تا از این تحقیقا میذارم واسه تون تو دیسکریپشن ولی تو گوگل اسکالر تو مثلا ان بی آی درست بود درست یادم باشه اسم ان سی بی آی درست ان بی آی یا اینا چک بکنی خیلی تحقیق دارم انقدر زیاده یعنی سه چهار تاش بخون میفهمید یه لازم نیست ادامه بدی خلاصه بچه‌ها مرسی که تا اینجا اومدین لایک سابسکرایب زنگوله نره کامنت ها شرکت بکنین تو بحث اگه جایی چیزی بزنید تو میرسه بگید و تجربیات شخصی هم بذارین عالی میشه واسه بچه‌هایی که نداشتن استفاده بکنن از تجربیاتون مرسی که تا اینجا بودین تا پادکست بعدی فعلا البته 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 یه پادکست هم دیگه داریم <تصفح> با دکتر سنا تو کانال ایشون یه مقدار موضوع متفاوته اونجا هم خیلی داستان جالبی حتما بیاین اونجا هم چک بکنید دمتون گرم فعلا